سلام دوستان عزیز، امیدوارم که خوب و خوش باشید. با آشپزخانه فریبا خیلی خوش اومدید. امروز در خدمتتون هستم با آموزش ماکارونی با سویا، امیدوارم که بپسندید. موادی که نیاز داریم عبارتند از پیاز، گوجه فرنگی، سیر، فلفل دلمه قرمز و سبز، قارچ، آب لیمو، رب گوجه فرنگی، سویا، اسپاگتی و ادویه هامون زردچوبه، فلفل سیاه، پودر پاپریکا، پودر فلفل قرمز، آویشن، ادویه ایتالیایی، اوریگانو، ریحون خشک و نمک. دوستان ابتدا باید سویامون رو آماده کنیم. حالا چیکار کنیم که بوی سویا از بین بره؟ 300 گرم سویا داریم که باید اون رو داخل یک کاسه آب سرد برای نیم ساعت خیس کنیم. بعد از نیم ساعت که سویا رو داخل آب سرد خیس کردیم، حالا اون رو داخل آبکش می‌ریزیم و آب اضافی اون رو دور می‌ریزیم. حالا داخل یه قابلمه مقداری آب می‌ریزیم و روی حرارت قرار می‌دیم و می‌ذاریم تا آب قابلمه به جوش بیاد. حالا یه قاشق غذاخوری آب لیمو رو داخل قابلمه می‌ریزیم و همینطور نصف قاشق چایخوری زردچوبه بهش اضافه می‌کنیم و سویایی رو که نیم ساعت داخل آب سرد خیس کرده بودیم و بعد آبکش کرده بودیم رو داخل قابلمه اضافه می‌کنیم و می‌ذاریم برای 5 الی 6 دقیقه داخل آب جوش بجوشه. به این ترتیب بوی ناخوشایند سویا کاملا گرفته میشه. خب دوستان، سویا برای 5-6 دقیقه داخل آب قل خورد و جوشید. حالا اون رو میبریم داخل آبکش میریزیم و آب اضافیش رو دور میریزیم. داخل یک ماهیتابه 2-3 قاشق روغن میریزیم. حالا یه دونه پیاز بزرگی رو که داشتیم به صورت خلالی خورد میکنیم و داخل ماهیتابه اون رو تفت میدیم تا به صورت نیمه طلایی در بیاد. بعد از اینکه پیازها به این صورت نیمه طلایی شدن، حالا نصف پیمونه قارچ ریز خورد شده، نصف پیمونه فلفل دلمه سبز خورد شده و همینطور نصف پیمونه فلفل دلمه قرمز نگینی خورد شده رو بهش اضافه می‌کنیم و حدود 3-4 دقیقه هم با پیاز اونها رو تفت می‌دیم تا از حالت خامی در بیاد. بعد از تفت دادن فلفل دلمه ها و قارچ، نوبت اضافه کردن سیر هست. 3 حبه سیر داریم که اون رو میتونیم یا رنده کنیم و یا مثل من اون رو ریز خورد کنیم. تو این مرحله اضافه میکنیم و به اندازه اون رو تفت میدیم تا وقتی که بوی عطر سیر بلند بشه. وقتی که عطر سیر بلند شد، نوبت اضافه کردن سویا هست. سویایی که از قبل آماده کردیم رو تو این مرحله به موادمون اضافه میکنیم. حالا با حرارت متوسط برای 5-6 دقیقه هم سویا رو به همراه بقیه مواد تفت میدیم. 4-5 دقیقه هم سویا رو تفت دادم. حالا یه گوشه ماهیتابمون رو باز میکنیم. 4 قاشق غذاخوری رب گوجه فرنگی اضافه میکنیم و حدود 1 دقیقه هم رب رو تفت میدیم تا رنگ خودش رو باز کنه و از حالت خامی در بیاد. روب هم تفت خورد، اون رو با بقیه مواد مخلوط می‌کنیم.
تا گوجه فرنگی بزرگ داشتیم، پوستش رو میگیریم و به این صورت ریز خورد میکنیم و توی این مرحله اضافه میکنیم. حالا ادویه ها و نمک رو اضافه میکنیم. 1/4 قاشق چایخوری پودر فلفل قرمز، پودر پاپریکا، پودر فلفل سیاه، زردچوبه، آویشن، اوریگانو، ریحون خشک و ایتالیان سیزونینگ که همون ادویه ایتالیایی میشه. از هر کدوم 1 قاشق چایخوری و به اندازه کافی هم نمک. اونها رو هم داخل ماهیتابه اضافه میکنیم و به همراه گوجه فرنگی حدود 3 دقیقه همه رو تفت میدیم تا گوجه هم از حالت خامی در بیاد. نصف لیوان آب اضافه میکنیم. در ماهیتابه رو میبندیم و میذاریم که با حرارت ملایم همه مواد خیلی خوب پخته بشن. خب دوستان، بعد از 20 دقیقه مایه ماکارونیمون کاملا پخته و آماده شده. حرارت رو خاموش میکنیم، ماهیتابه رو کنار میذاریم. 1 قابلمه بزرگ رو تا نصف آب میکنیم و روی حرارت قرار میدیم و میذاریم تا به جوش بیاد. حالا 1 قاشق غذاخوری روغن مایه بهش اضافه میکنیم و همینطور 1 قاشق مرباخوری هم نمک. 500 گرم ماکارونی رو بهش اضافه میکنید. میتونید اون رو به این صورت درسته اضافه کنید و یا مثل من اون رو نصف کنید. حالا با حرارت متوسط میذاریم برای 8 تا 10 دقیقه ماکارونی ها نرم بشه. بعد از اون طبق روال همیشگی ماکارونی ها رو آبکش میکنیم و کنار میذاریم. داخل یک قابلمه 3-4 قاشق روغن میریزیم و تعدیگمون رو کفش میچینیم. من امروز از سیب زمینی استفاده میکنم. شما میتونید از تعدیگ نون استفاده کنید و یا هر تعدیگی که خودتون مایل هستید. حالا از ماکارونی پخته شده یه مقدار روی تعدیگمون می‌ریزیم. و از مایه ماکارونیمون روش میدیم. به به، چه عطر و بویی داره. فوق‌العاده عالی. دوباره یه مقدار ماکارونی روی مایه گوشتیمون میریزیم. دوباره 1 ردیف مایه ماکارونی و به همین ترتیب لایه لایه این کار رو انجام میدیم تا تمام موادمون تموم بشه. وقتی که به این ترتیب مواد رو لایه لایه داخل قابلمه ریختیم، حالا 1/2 استکان آب رو از کنار قابلمه داخلش می‌ریزیم. حرارت رو روی متوسط می‌ذاریم، در قابلمه رو می‌بندیم و می‌ذاریم که بخار قابلمه بالا بیاد. وقتی که بخار قابلمه بالا اومد، حالا 1 دمکنی روی اون قرار می‌دیم و با حرارت ملایم میذاریم برای 30 تا 35 دقیقه کاملا دم بکشه و آماده بشه. خب دوستان عزیز، 35 دقیقه گذشت و ماکارونیمون کاملا دم کشیده و آماده شده. همونطور که میبینید چقدر زیبا و خوش رنگ و لعاب شده. به به، جای همگیتون خالی. فوق‌العاده خوش عطر، خوش مزه. طرز صحیح از بین بردن بوی سویا رو به طور کامل خدمتتون گفتم. 1 ماکارونی فوق‌العاده خوش مزه بدون گوشت، ماکارونی با سویا، پروتئین گیاهی. امیدوارم که از این ماکارونی هم خوش
خوشتون اومده باشه، اون رو آماده کنید و مطمئنم که از خوردنش لذت میبرید. لطفا ویدیوهای من رو بین دوستان و آشنایانتون به اشتراک بگذارید، سابسکرایب رو فراموش نکنید، زنگوله رو فشار بدید تا از برنامه‌های بعدی من مطلع بشید. خیلی دوستتون دارم. تا یک برنامه دیگه و یک غذای دیگه، خدا نگهدار.